چند دقیقه در خدمتتون باشیم از اون جایی که متاسفانه به استقبال تیشا به آو میریم، هرچند که دوست نداریم. این تعنیتی رو که مجبورن میگیریم به خاطر خرابی به تمیقداشمون، شارم علیکم، به خاطر خرابی خونه خدا. ممنون از لطفتون. هرچند که چقدر در عرض سال تفیلا میخونیم، از هشم میخواییم که به تمیقداشمون هرچه زودتر آباد بشه، از این گالود، از این پراکندگی نجات پیدا کنیم. هر کدوممون یه گوشه دنیا افتادیم، پدر مادرهایی که بچه هاشون رو نمی بینن، خواهر برادرهایی که از هم دور هستن، هر کدوممون یه جایی افتادیم و دور از هم هستیم. شالوم علیکم. و خیلی سخت هست برای هممون، بیشتر از همه ما برای خود هشم سخت هست. اوی لبانیم شگالو میشورخان ابیهم، وای بر بچه هایی که از میز پدری جدا شدن. بیاید ما در زندگی خودمون نگاه کنیم، پدر مادرهایی که بچه هاشون رو فرستادن و دور هستن، چقدر غصه میخورن، چقدر ناراحت هستن، چقدر جاشون به قول معروف خالی هست. هزاران هزار سال هست که ما گالوت رفتیم و سر میز قدشابر خونیستیم و پدر رحمتگر ما هم ناراحت هست. هشم دلش میخواد ما سر میزش باشیم، در خونش باشیم، در یروشلایم، در صحن بیت المقدس. همه اینها تعطیل هست، کشور به خرابه و ویرانگی تبدیل شده. اون یروشلایم را قدش به تمیقداش و خود خداوند هر شب در زوهر قدش می فرماد که گریه می کنه هشم به خاطر خرابی به تمیقداش را بطن. امید داریم این که با هم دیگه، امید این هست که بتونیم با هم دیگه درس یاد بگیریم، نذاریم این تاریخ هزاران ساله ادامه پیدا کنه و بتونیم طوری هر جوری که شده بتونیم که با همدیگه، با کمک همدیگه بتونیم به تمیقداشمون رو با همدیگه آباد کنیم. من هفته پیش صحبت کردم ربوتای در مورد سینت خینام، اون افرادی که دوست دارن میتونن گوش کنن، خیلی کمک میکنه که انسان راه و روشش رو عوض کنه. این هفته که در خدمتتون هستم میخوام در یک مورد دیگه صحبت کنم که اون هم در مورد خرابی به تمیقداشمون هست. در گمارای بابا متسیا داف لامد عمود بت میفرماد آمر ربیو خانان، ربیو خانان میفرماد لو خار و یروشلایم الا شدانو با دین تورا. سوال میکنن از خخامیم چرا به تمیقداش، چرا یروشلایم خراب شد؟ جواب میده ربیو خانان، میگه به خاطری که دین تورا رو انجام دادن. یک بار دیگه، چرا به تمیقداش خراب شد؟ به خاطر اینکه دین تورا رو انجام دادن. این که خیلی خوبه، این که عالیه. اگر تورا رو انجام میدادن که فبه ها، این دیگه درجه بالا بالا هاست. به تمیقداش خراب شد شدان و با دین تورا، دین تورا رو انجام دادن. و این احتیاج به توضیح داره که ما متوجه بشیم یعنی چه. ربوتایم هشم از ما میخواد که تورا رو انجام بدیم، هشم از ما میخواد که ما میسوتش رو انجام بدیم، ولی مواقعی هست که حتی ما
تورا رو زیر پا میذاریم به خاطر نجات یک فرد. مثلا اگر شبات یک نفر احتیاج داره به بیمارستان بره، سوار ماشینش میکنیم، هر کاری رو انجام میدیم. اگر حتی باید آتیش روشن کنیم برای اون فرد، آتیش روشن میکنیم، نجاتش میدیم. ما نمیگیم چون تو تورا گفته آتیش روشن نکن، مگه میشه بذار خسف شالوم، بذار طرف بمیره. ما چنین حرفی نمیزنیم. نجات یک فرد اسرائیل اینقدر مهمه که شبات، کیپور، هر چیزی رو ما زیر پا میذاریم که بخوایم چی؟ که بخوایم اون فرد رو نجات بدیم. ربطای مواقعی هست که در تورا چیزهایی نوشته که حق رو به ما میده. مثال براتون میزنم. اگر یک نفر به ما پول بدهکار هست و ما این رو دادگاه معمولی هم نمیبریم، میبریمش بدین پیش ربانیم و ربانیم میگن که طبق تورا، طبق هلاخا شما باید پول ایشون رو پس بدید و اگر تا دو هفته دیگه ندید، مثال میزنم، شما زندان میافتید. بیایید حساب کنیم که مثلا بدین چنین قدرتی رو داره و دو هفته دیگه این طرف پول رو نداره. من طلبکار چی میگم؟ میگم طبق هلاخاست، ما رفتیم پیش ربانیم، ربانیم گفتن اگه پولم رو نده باید بره زندان یا باید اسمش رو در کنیسا اعلام کنن یا باید آبروش رو ببرن، هرچی که هست، که چنین چیزی نیست. ربوتای با وجود این که هلاخا گفته این رو بنداز زندان، انسان باید از یک دندگیش بیاد پایین، موتر باشه، ببخشه، بگه ایب نداره، من بهش وقت بیشتر میدم. ربانیم اجازه دادن ولی من حاضرم ببخشم. میفرماد به تمیقداش خراب شد به خاطر که هرکس همینو میگفت. تو تورا گفته، گفته اگر چنین کاری کنیم باید این چنین بلا رو سر طرف بیاریم. حاضر نبودن ببخشن. لجوجی و یک دندگیشون باعث شد که به تمیقداش خراب بشه و ما الان میبینیم در دوره خودمون چقدر چنین چیزی رواجه. مردم حرفی که میزنن برو برگرد نداره. به طرف میگی طرف رو ببخش، برادرته ببخشش، نمیبخشم به هیچ وجه، هر بلایی میخواد سرش بیاد من نمیبخشمش. زن و شوهر، قدیم ها ما کوچک بودیم، زن و شوهرها بینشون دعوا میشد، میرفتن پیش یکی از بزرگان شهر، 5 دقیقه با اینا صحبت میکرد، اینا نرم میشدن. چشم، هرچی شما بفرمایید، هرچی شما بفرمایید. حالا زن و شوهر با هم دعوا دارن، 1 سال 2 سال وقت تلف میکنیم، شبها میشینیم باشون حرف میزنیم، روز باشون حرف میزنیم، هیچی، تقصیر اینه، من نمیگذرم، من نمیگذرم، این شده لغتمون، من نمیگذرم. انگار توراست، انگار لغت توراست. هشم میگه اون تورایی که من دادم که تو اجازه نداری زیر پا بذاری، مواقعی هست که اجازه میدم همون تورا رو زیر پا بذاری. اگه مجبوری هست، اگه فرد مریضی هست، هشم حاضر میشه که ما توراش رو زیر پا بذاریم. ما هر کدوممون برای خودمون یه تورایی داریم که زیر پا هم نمیخوایم بذاریم و اون غرورمون هست، اون یک دندگی و لجوجیمون هست. ربوتن دوره قدیم اولا داشت که طلاق خیلی کم بود، متاسفانه امروزه دیگه به حد رسیده. همون طلاق هم مرد زنش رو ول میکنه، طلاقش رو بهش نمیده، میگه بذار تا یه عمر داره بسوزه، نمیتونه دیگه ازدواج کنه، زن احتیاج داره طلاقش رو شوهرش بهش بده. ربطه خیلی آمیان میپرسن، خیلی از خانم ها ناراحت هستن، چرا تورای ما چنین قانونی گذاشته که مرد فقط میتونه طلاق رو بده و زن نمیتونه و این مردها دارن سوء استفاده میکنن؟ ربطه تورای ما برای انسان داده شده و این افرادی که نمیخوان انسان باشن، این افرادی که میخوان اذیت کنن، این تقصیر از تورای ما نیست. تورای ما میگه حتی اگر مجبوری زنت رو طلاق بدی، با درستی، با احترام، با کاوت اذیتش نکن. ولی میگم دوره ای ما رسیدیم ربوتای که
یک دندگی ما و کل شقی ما به جای رسیده که هر کدوممون تورای خودمون، راه خودمون رو داریم پیش میریم. و میفرماد به خاطر همین به تمیقداش خراب شد. یکم خم بشیم، در جلوی مردم نرمتر باشیم. عیب نداره که اگر ما یه بار برنده نیستیم تو زندگی، حرف ما به کرسی ننشسته. مهم نیست، مهم اینه هست که به تمیقداش ما خراب شد به خاطر که هر کسی حرف خودش رو میزد و هر کس میگو من درست میگم، حرف من تو راست. در گمارا میفرما که ربا بربرخنا، ایشون چند تا کارگر رو استخدام کرد که کوزه های شراب رو براش از یه شهر ببرن یه شهر دیگه. در وسط راه به خاطر سهل‌انگاری این کسانی که کار میکردن تمام این کوزه ها شکست، ایشون خیلی ضرر داد. اینها رو برد به دین. میخوام بهتون بگم ببینید تورا چی میگه ما چی میگیم. بردشون به دین، گفت اینا کوزه های من رو شکستن. اینها گفتن شرمنده ایم، نداریم بدیم. به دین به ربا برخنا گفت اینها رو ببخش، تو حق داری. ببینید ربوتر، من این رو میخوام تأکید کنم، تو حق داری اینها کوزت رو شکستن، تو حق داری پولت رو بخوای ولی اینا ندارن، ببخش. اون خانومی که پول اجارش رو نداره بده، آقایی که تو لندلورد هستی، صابخونه هستی، چی میشه اگه یه ماش دو ماش رو ببخشی؟ چی میشه؟ حالا دو ما نگیر. اگر طرف به پول بده، کار هست نداره، یه ما دیگه، دو ما دیگه بهش وقت بده، چی میشه؟ نه، چیزی که نوشته شده و ثبت شده و تو باید به من بدی هیچ حرفی توش نیست، من نمیگذرم. اینه که میفرماد ربا برخنا تمام این پولها رو به اینا بخشید. اینها دوباره یه حرف دیگه زدن، گفتن ما قرار بوده حقوق بگیریم، حقوق ما نمیده. دوباره به دین بهش گفتن که حقوقشون هم بهشون بده. گفت بابا کاری نکردن، تمام کوزه رو شکستن، پولش رو نگرفتم، حقوقم بدم. گفت این دینه؟ گفتن آره. برای توی که یه راو هستی، آدم درستی هستی، برای تو دینه، ببخش، حقوقشون هم بهشون بده. ببینید اینها مسائلهایی است که ما همه در زندگیمون چطور داریم باش برخورد میکنیم. از خودمون تصمیم میگیریم که پول یک فرد نه نمیدم، پولشو نمیدم، بره هر کاری میخواد بکنه، یا طلاقش بهش نمیدم، بره هر کاری میخواد کنه، بذار یه عمر این زن با این بچه ها بدبخت بشن. اسرائیلیت ما کجا رفته ربوتن؟ رحم ما کجا رفته؟ ما چطور توقع داریم از ملت های دنیا به ما رحم کنن؟ نه واقعا خیلی موقع میشه میگن این سوره، این سوره، خب این سوره، تو هم سوری، تو هم بدتر از اونی، تو هم رحم نمی کنی به یه فرد اسرائیلی دیگه. اگه مغازه داره میخوایم مغازش رو یه جوری با هر طور شده ببندیم، اگر زندگی داره میخوایم زندگیش رو یه جوری فنا کنیم، چرا که در وجود خودمون این ناراحتی رو داریم، این یک دندگی رو داریم که من باید یه بلای سر این طرف بیارم. ربوتای ما نه تنها که به تمیقداش رو آباد نمی کنیم، داریم خرابترش هم می کنیم، داریم خرابتر می کنیم. و ما باید فردا در جلو ریبون و شلولام، در جلو هشم باید حساب پس بدیم. خخامیم میفرمان اینها خیلی گناهان زیادی کرده بودن، اینها بت پرستی کرده بودن، کارای زیادی کرده بودن، ولی هشم میگفت تا همدیگر رو میبخشید، تا برای همدیگه خوبی میخواید، من حاضرم چشم پوشی کنم، ولی اگر خوبی همدیگه رو نمیخواید، به هم بدی میکنید، اذیت هم میکنید. ربوتر باید یه مقدار این قلب پاکی که هشم به ما داده باید پاک تحویلش بدیم، با درستی، با محبت.
رابطه هیچ که فردای خودش رو نمیدونه بیاد ببینیم چه در دنیای متلاطمی که داریم زندگی میکنیم. افرادی که به بنده زنگ میزنن، افرادی که مریض هستن، فردای خودشون رو نمیدونن. چقدر بنده ناراحت میشم، بنده گریه میکنم که میفهمم این افرادی هستن که دارن با چه مریضی هایی درگیر هستن در زندگی. و اگر هشم اومده به ما عمری داده و سلامتی داده، نباید برای خوبی استفادهش کنیم. از اون لجبازیمون در بیاریم که نمیخوام باش حرف نمیزنم، هر طوری میخواد بشه، هر کی بیاد، عروسی برادر خودش طرف نمیره، پدر فوت کرده، بچه ها با هم انقدر دعوایی هستن که سر قبر پدر نمیرن. این لجاجت و این کل شرقی که هست چطور میشه؟ چطور میشه ما شیخ رو آورد ربوتای؟ ما الان داریم همه آماده میشیم برای تعنیت تیشا باف. ربوتای چه تعنیتی هست؟ این تعنیت معنیش چیه؟ همه فقط میپرسیم تعنیت چه ساعتی شروع میشه؟ تعنیت چه ساعتی تموم میشه؟ میشه زودتر؟ اون ربای گفته 2 دقیقه زودتر، اون ربای گفته 2 دقیقه کمتر یا بیشتر. این باید مشکل زندگی ما باشه که یک روز میخوایم تعنید بگیریم. مشکل اصلی چیز دیگه است ربوتای. این تعنید کارساز نیست. بنده موقعی که دارم تعنید میگیرم، هر کدوم از ما تعنیدی که میگیریم باید بدونیم که دلیل تعنید گرفتن من چیه. بفهمیم که به تمیقداشمون خراب شده به خاطر همین اذیت کردنایی به هم دیگه. بذاریم هشم ببینین میدا کنگد میداس. یعنی چه؟ هشم موقعی که نگاه میکنه میبینه ما میگذریم، هشم هم میگذره از گناهان ما، ولی اگر نمیگذریم ما همه داستان قمسا و برقمسا رو همه میدونیم. یک نفر به کارگرش گفت که برو قمسا رو دعوت کن برای عروسی و برقمسا اومد تو. نشسته بود وسط عروسی، اومد گفت برو بیرون. گفت بروی من رو نبر، خواهش ازت میکنم. گفت برو بیرون بهت میگم. گفت ببین نصف عروسیه رو من پول میدم، تمامش رو پول میدم. گفت برو بیرون. ببینید این لجاجت هست که آدم نتونه بگذره بگه حالا بذارینم، درسته دشمنمه ولی یک فرد اسرائیل هست، آبروش رو نبرم، اذیتش نکنم. رابطه خودمون رو با ملت‌های دیگه یکسان نداریم که میزنن و میکشن و هر کاری شد. دین ما این چنین چیزی نیست. تورای ما چیز دیگه از ما میخواد. نگاه نکنیم، نگاه اخبار دنیا نکنیم و بگیم اگه همه میکنن پس بزن تا بریم. هشم از ما چیز دیگه میخواد. از ما میخواد که بتونیم با همدیگه انقدر خوب باشیم که به تمیقداشمون رو برگردونیم و آباد کنیم. تا کی در این گالوت باشیم؟ اگر این به تمیقداش رو داشتیم، تمام این ناراحتی ها، این مصائب و سختی ها همه رفته بودن رو بودن. یه آقایی میاد یک مغازه لباس بچه، تخت بچه، اینها رو یه مغازه باز میکنه، لوازم بچه. این میاد مقداری از این وسایلی رو که داره میفروشه رو میذاره بیرون، تخت بچه، به عنوان این که مردم نگاه کنن و بخرن. افرادی که طبقه بالا زندگی میکردن ناراحت میشدن، چون موقعی که میخواستن برن بالا سخت بود، همه اینا رو نصف خیابون رو گرفته بود. اومدن بهش گفتن، گفت ببینید این پرنسای من از اینه، اگه مردم نبینن نمیخرن. همه رو راضی کرد، رفته بودن شکایتش کرده بودن، همه رو راضی کرد به جز یه خانواده. هر کاری میکرد اینا راضی نمیشدن. میگو باید تخت و تمام این کالسکه و اینا رو ببری تو، نمیتونی بذاری تو خیابون، جا گرفته، ما برامون سخته بریم بالا. یه بار همین خانواده‌ای که حاضر نیستن قبول کنن، بچه خودشون از طبقه چهارم داره پیش پنجره بازی میکنه و این بچه از بالا میفته پایین،
پدر و مادر نره زدن، ناراحت شدن، گریه کردن که این بچه مرد. میان پایین میبینن این بچه کجا افتاده؟ تو کالسکه‌ای که همین مغازه‌دار گذاشته بوده بیرون، که اینا گفته بودن ما نمیذاریم، گفته بودن ما نمیذاریم تو کالسکه‌ها تو این خیابون باشه. ربطه اگر این کالسکه‌ها تو خیابون نبود این بچه رفته بود. این لجاجتی که ما در زندگی داریم و میخوایم حرفمون رو ثابت کنیم که نشونه غرورمون هست، نشونه تکبرمون هست، که بله منم یه آدمی هستم ها، ببین منم حرفم میشینه ها، اگر ضرری به یک نفر دیگه میزنیم اون ضرر رو داریم به خودمون میزنیم. تا میتونیم باید ببینیم که من چه کار میتونم بکنم که بیشتر محبت و دوستی رو در زندگی بیارم، بیشتر بتونیم این محبتی که بین ملت اسرائیل باید باشه، این تنها دارویی هست که میتونه شفابخش باشه برای ما که ما بتونیم ماشیخ رو بیاریم. و اگر چنین کار نکنیم خسف شالوم در این گالوت خواهیم منتبوتن، نه این تیشابه آف، نه تیشابه آف سال دیگه، سالهای سال متاسفانه این تیشابه آف خواهد. آدم باید نگاه کنه که چطوری میتونه بیشتر و بیشتر یه کاری انجام بده که آوردن ماشیخ رو سریع‌تر کنه، تندتر کنه. ببینید هاراف خافس خاییم یه بار داشت با قطار میرفت به یه جایی که جلسه بود بین تمام ربانیم. در وسط راه این قطار برای یه ساعت ایستاد که مردم برن چیزی بخورن. پر از ربانیم بود در این قطار. اومدن پایین با مردمی که اومده بودن پایین خوشو بش کنن، مردم میخواستن براخا بگیرن. یکی از ربانیم به هاراف خافس خیم گفت میشه شما هم برید پشت پنجره، مردم میخوان شما رو ببینن، میخوان با تون احوال پرسی کنن. هاراف خافس خیم گفتن این نشوندنده که من یه آدمی هستم، اگه من برم پشت پنجره مگه من کیم؟ من شاه هستم، من کیم که مردم بخوان منو ببینن؟ نمیرفت، هر کاریش میکردن انقدر تواضع داشت، میگفت مگه من کیم؟ یکی از ربانیم بهش گفت هاراف من به دو دلیل به شما میگم که شما باید برید پشت پنجره. گفتن چیه؟ گفت آدم خیلی موقعها خیلی خوبه که حتی یه ذره از علام عباش رو از دست بده به خاطر یه فرد اسرائیل دیگه. و دلیل دوم گفت نمیخواد بگی، همون دلیل اولت برام کافی بود. اگر برای یک فرد اسرائیل کمک کردن، دلش رو به دست آوردن، حتی یه ذره از علام حبای من به خاطر اینکه شاید کاوت بوده و احترام جویی بوده، اشکالی نداره. ببینید اینقدر اهمیت داره که آدم ببینه بتمیقداشمون خراب شده، ما باید کمک کنیم هر کدوممون بتمیقداشمون رو آباد کنیم. و این هست که متاسفانه میگم ما الان در دنیای زندگی میکنیم که زن و شوهر 20 سال دارن با هم ازدواج کردن، یه بارگی از هم جدا میشن و تاب دیدن همدیگر رو ندارن و برای هم پیغام میفرسن من تو رو زندان میندازم، شکایتت میکنم، ببین چه بلایی به سرت میارم. چطور میشه یک فرد اسرائیل تمام اون رحم و مروت و چیزی که هشم از ما خواسته فراموش کردیم؟ میدونید چرا؟ به خاطر که تو گالوت هستیم ربوتای، اخلاق و رفتار گالوت به ما اثر کرده. این جوابه. ما اون آدمایی که تو را ازمون میخواد نیستیم. برای که گفتم اگر یک فردی از یک نفر دیگه ناراحت هست شب نباید بخوابه تا برن با هم دیگه دوست بشن تموم بشه. نه اینکه زن و شوهر 6 ماه هست تو خونه هستن با هم دیگه حرف نمیزنن. به خاطر که این گالوت داره فقط درس‌های بد به ما میده. داریم یاد میگیریم از ملت‌های دنیا. هر کدوممون هر کشوری که هستیم داریم یاد میگیریم از ملت‌های دیگه. حقش رو کف دستش میذارم، یادش میدم، ببین چه کارش میکنم. این تورای ما نیست. تورای ما این نیست که فقط یک نفر بره کنیسا بیاد خونه، بره کنیسا بیاد خونه. خیلی بالاتر از این هاست. رحم و مروتی که متاسفانه نداشتیم که به تمیقداشمون خراب شد، ولی اون قلب رو داریم.
اون قلب پاک رو هشم به هممون داده، باید ازش استفاده ببریم. بیشتر باید برای همدیگه دل بسوزونیم، برای همدیگه ناراحت باشیم، به درد همدیگه رسیدگی کنیم. من این رو چندین بار گفتم، یه آقای از ایران به برادرش که 20 سال با هم دیگه قهر بودن، 20 سال 30 سال با هم قهر بودن، این آقا تو لس آنجلس در بستر مرگ داره میمیره، تا چند دقیقه دیگه این برادر از ایران زنگ میزنه میخواد، حالا دیگه هر چی بوده 20 سال 30 سال با هم دیگه صحبت نکردن، میدونه برادرش داره فوت میکنه، میخواد دقایق آخر باش حرف بزنه، از تو دلش در بیاره. این برادری که روی تخت بیمارستان خوابیده میگه نمیخوام باش حرف بزنم، هر کاری میکنن خواهش، این برادر داره گریه میکنه میگه نمیخوام، و همون روز فوت کنه. یعنی آدم باید این کینه رو، خیلی معذرت میخوام، تا توی قبر با خودش ببره. این تورای ما هست، این یهودیت ما هست، که آدم اینقدر این کینه رو باید در قلب داشته باشه. خب شما حتما میگید حتما یه کاریش کرده، حتما یه چیزی هست، 100% یه چیزی هست، ولی آیا هنوز اینقدر باید مهم باشه که یک نفر در دقایق آخر زندگیش هم نتونه ببخشه؟ یعنی ما، هشم هیچ وقت ما رو نبخشیده، ما گناهکار نیستیم پیش درگاه هشم، ما خطا نکردیم در زندگیمون، هشم ما رو نمیبخشه، همیشه ما رو بخشیده. اگر هشم نخواد ما رو ببخشه، وای بر ماست. کدوممون تمام شباتمون درست هست و تارت همیش بخامون درست هست و کشروتمون و تمام زندگیمون؟ ما هم گناهکار هستیم ربوتای، ولی هشم لجاجت نمی کنه، نمیگه نه من تو رو نمیبخشم، هر کاری کنی نمیبخشمت. هشم میگه بیا پیش من، بیا تشوا کن، میبخشمت. اگر یک نفر به ما بدی کرده چی میشه که ببخشیمش؟ چرا باید لجوج باشیم بگیم به هیچ وجه من دیگه نمیخوام اصلا با این حرف بزنم؟ طرف داره گریه میکنه، طرف میخواد با ما دوست بشه، ولی ما حاضر نیستیم. رابطه ای باید در وجود خودمون یکم بیشتر نگاه کنیم، یکم بیشتر خودبینی کنیم، ببینیم که اشکال کار در چی هست که به تمیقداشمون خراب هست و آباد نمیشه. این مسئله خیلی مهمی است که هر کسی رو باید نگاه کنه در زندگیش، بتونیم قدرت بخشیدن داشته باشیم. این بزرگترین قدرته. من به شما بگم، اون پهلوانی نیست اونایی که شاخشونه میکشن ببین حالا چه کارش میکنم، ببین چه بلایی به سرش بیارم، ببین زندگیش رو سیاه میکنم. این پهلوانی نیست پیش هشم. پهلوان اونه که میگه من میبخشم، من میتونم نبخشم، میتونم خیلی بلا سر طرف بیارم، ولی میبخشم. از اون لجاجتمون در بیایم، از این که بگیم حرف من حرفه، عوضم نمیشه، حرف مرد یکیه. این چیه؟ این حرف کجاست؟ این چی میرسونه که حرف مرد یکیه و من حرفم عوض نمی کنم و من نمی بخشمش و حاضر نیستم باش حرف بزنم؟ این کی گفته؟ کجای تورای ما نوشته؟ کجای انسانیت چنین چیزی نوشته؟ این غرور خیلی پوسیده و بیخودی هست که بعضیا دارن. اگر میخوای هشم دوستت داشته باشه، قلبت رو به جایی که پر کنی از این ناراحتی و کینه، قلبتو پر کن از خوبی که هشم دوستت داشته باشه. اگر هشم میخواد بیاد تو خونه قلبت زندگی کنه، تو خونه‌ای که پر از کینه هست که نمیاد، هیچ وقت نمیاد. هشم قلبی میخواد، قلب پاک که بره در اون زندگی کنه. الانی که ما به تمیق داشت نداریم، قلب ما، خونه ما، خونه هشم باید باشه. بگیم هشم بذار خونه من فعلا به تمیق داشت باشه برات، بذار قلب من به تمیق داشت باشه برات. این مهمه ربوتن،
قلبمون رو بدیم برای قدس عابری. خب مال خودش هست، از خودش داریم، هر ثانیه که میتپه از قدرت الهی از هشم، از هشم هست. همونطوری که گفتیم میگه یروشلایم خراب نشد به خاطر که اینها طبق قانون میرفتن جلو. تو پول به من بده کاری باید بدی، اگه ندی میندازمت زندان، تو دیگه نمیتونی تو این خونه زندگی کنی، قانون گفته. رابطه قانون تورای ما خیلی بالاتر از این هاست و اون انسانیت و شرفی است که انسان باید نسبت به یک فرد اسرائیل دیگه داشته باشه. بخشیدن یک فرد و محبت کردن به کسی که حتی اذیتمون کرده. یکی از خخامیم هاراف شخ، ایشون یه بار رفتن خونه پدر بزرگشون هاراف سلاویچیک، یکی از بزرگان اینها، کسانی که دارم اسمشون خدمتتون میگم اینا بزرگان ما بودن. خب برای غذا اونجا نشستن، غذا که خوردن مادر بزرگ کمپوت درست کرده بود، نمیدونم کمپوت سیب یا هرچی که بوده. هاراف شخ اون موقع کوچیک بود، 10-12 سالش بود، بچه بود، یه ذره از این کمپوت رو خورد، خیلی بدمزه بود، خیلی بدمزه بود. به پدر بزرگش نگاه کرد، پدر بزرگش گفت چرا نمیخوری؟ گفت بابا بزرگ این خوشمزه نیست، بدمزه است. گفت بخور. گفت 45 ساله من دارم این کمپوت بدمزه رو میخورم و هیچ وقت هیچی نگفتم. اگه تو نخوری هم مجبورم کمپوت خودم بخورم، هم کمپوت تو باید بخورم. بدمزه است ولی به خاطر مادر بزرگ بخور. ببینید خیلی موارد زندگی بدمزه است ربوتایی، ولی به خاطر یک فرد اسرائیل دیگه، یک شوهر چرا بیاد خانم خودش رو ناراحت کنه؟ حالا چون غذا یکم کم مزه است یا بدمزه است یا هرچی که هست. اینها مواردی نیست که خصف شالوم آدم بخواد دوستی و ازدواج رو خراب کنه یا با یک نفر دیگه در بیفته به خاطر این مسائل بچگانه. اینو یادتون باشه ربوتای، بدمزه است ولی بخور، چون وقتی میخوری و تعریفش میکنی یک نفر رو دلش رو به دست آوردی. این چیزی هست که تو رو از ما میخواد، این چیزی هست که میتونه به تمقداش ما رو آباد کنه ربوتن. این چیزی هست که اگر ما با هم یکی بشیم میتونیم بیشتر و بیشتر با دوستی با محبت از لجمون بیافتیم. اگر قسم خوردم باش دیگه حرف نمیزنم، برو قسمت رو عطارا کن، راه داره، نیدرت رو برو عطارا کن، نیدر کردم عروسی طرفم نمیرم، نیدر کردم. ببینید اینا همون قانونای توراست که اول کار بهتون گفتم که چرا به تمیق داشت خراب شد، به خاطر که شدان و دین تورا. طرف میگه من نهدر کردم، من که نمیتونم دیگه روسی طرف برم، من نهدر کردم دیگه باش حرف نزنم، نهدر کردم خونش نرم، قسم خوردم، برو حتی رن نداریم کن. نگو چون تورا گفته و من نهدر کردم. اینها مواردی است که خخامیم راه براش باز میکنن که ما بتونیم نیدرمون رو حتارا کنیم. امید این که بتونیم با عوض کردن راهمون ربوتن. حتما داریم راه اشتباه میریم اگر تا به امروز به تمیقداشمون آباد نشده. امید این که بتونیم با همدیگه با راه درستی که پیش بریم خودمون رو عوض کنیم. فردی باشیم که خدا دوستمون داشته باشه. خدا کی رو دوست داره؟ کسی که میگذره، کسی که رو حرف خودش نمیسته. و اگر فردا ما گناهی کردیم که ملاخیم رفتن پیش هشم و بدی ما رو گفتن، هشم میگه این طرف همه رو میبخشه، منم میبخشمش. انشالله فردی باشیم که باعث افتخار ملت اسرائیل باشیم، بتونیم هممون با هم دیگه به تمیق داش رو هر چه زودتر ساختنش رو ببینیم، در سحن به تمیقداش شادی کنیم، قربانات رو بیاریم. ممنون هستم از لطف همگی شما. انشالله که سال دیگه بتونیم جشن
در چنین روزی که روز ناراحتی هست برعکس روز شادی و خوشحالی باشه برای ملت اسرائیل. ممنون هستم از لطف همگی. باروخ ادونای لعالم. آمین.